جزوه جنبش ملی بلوچ، وضعیت ناپایدار هسته‌ای پاکستان مانع از صلح پایدار منطقه می شود. صلح پایدار در منطقه بدون بلوچستان مستقل غیر ممکن است. حمایت از جنبش ما حمایت از صلح و انسانیت است. صبح روز 28/1998 میلادی مردم بلوچستان با بیقراری غیرعادی و بیماری مرموز چشمی از خواب بیدار شدند. از سواحل بلوچستان تا منطقه کوه سلیمان مردم از موج اشعاعات ساطع شده از آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان در راسکوه بی اطلاع بودند. بدون رسانه، فقدان آموزش، آگاهی و ارتباطات مردم را از درک تأثیرات این تشعاعات بر محیط زیستشان باز می داشت. حتی در حال حاضر، سرطان و بیماری‌های پوستی در بلوچستان به ویژه در مناطقی که تحت تأثیر آزمایشات هسته‌ای قرار گرفته‌اند شایع است. گفته می شد رشته کوه اطراف راسکوه خالی از سکنه است، اما اثرات آزمایشات بمب هسته‌ای آن منطقه را به یک زمین خالی از سکونه تبدیل کرد که رودخانه ها و منابع آبی آن در اثر انفجارهای هسته‌ای آلوده شدند. خود رشته کوه نیز در نتیجه آزمایش ها سفید شد. در آن زمان در پاکستان حزب مسلم لیگ نون قدرت داشت. نخست وزیر نواز شریف که بدون رقابت تنگاتنگ در رای گیری ها انتخاب شده بود، یک حاکم قدرتمند به حساب می آمد و در بلوچستان نیز دولت دست نشانده هست. به اصطلاح مردمی بلوچستان یعنی بیان پی بر سر اقتدار و اختر مینگل فرزند سردار عطاءالله مینگل سروزیر ایالتی بلوچستان بود. او برای بازدید از محل انفجار هسته خودروی نواز شریف را رانندگی کرد. در آن زمان جنبش ملی در بلوچستان نفوذ کمی داشت و اثرات تشعشعات از طریق تبلیغات سیاسی که توسط متحدان قوی ارتش پاکستان در اسلام آباد و شام منتشر می شد، سرکوب شد. با این حال، جهان پس از 28/1998 تغییر کرد. ارتش پاکستان چهره های برجسته ای را که پاکستان را به یک قدرت هسته‌ای تبدیل کرده بودند، از ذوالفقار علی بوتو گرفته تا نواز شریف و عبدالقادر را تحقیر کرد. اختر مینگل وزیر وقت بلوچستان از قدرت برکنار شد و با آن بسیار بدرفتار شد، اما او تا به امروز به خاطر نقش داشتن در آزمایشات هسته‌ای بر بلوچستان عذرخواهی نکرده است و نه اینکه پاکستان اثرات آزمایش‌های هسته‌ای را به رسمیت شناخته است. اثرات سیاسی این آزمایش در سطوح منطقه‌ای و جهانی نیز قابل توجه بود. ارتش پاکستان، دولت و دانشمند کلیدی هسته‌ای این کشور عبدالقادر خان در گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سراسر جهان نقش داشتند. پاکستان برای چندین دهه سلاح‌های هسته‌ای تولید کرده و به همه کشورهای اسلامی اطمینان داده است که بمب اتمی پاکستان برای امنیت کل جهان اسلام است. اکنون کشوری با بمب اتمی وجود دارد که دارای نیروهای مذهبی عمیقاً ریشه دار در جامعه و افراد گرایی مذهبی گسترده در ارتش است. نه تنها احزاب اسلامی رادیکال مانند جمعیت علمای اسلام و جماعت اسلامی، بلکه سازمانهای مانند تحریک طالبان پاکستان و دولت اسلامی داعش نیز در پاکستان قدرتمند هستند. گروههای جهادی مانند تحریک جهاد پاکستان نیز فعال هستند و جنگ مسلحانه ای را با دولت برای به دست گرفتن قدرت به راه انداختند. دموکراسی هرگز در پاکستان قوی نبوده است. ارتش تمام نهادهای دولتی را از طریق گروهی از عناصر فاسد کنترل می کند. از جماعت تبلیغ گرفته تا احزاب سیاسی، ارتش در همه جا نفوذ کامل دارد. دولت قبلی تحریک انصاف به ایفای نقش تیم ارتش متهم شده بود. دولت فعلی پی‌دی‌ام، جبهه دموکراتیک پاکستان که پس از جنبشی علیه دولت تحریک انصاف به قدرت رسید، در گذشته از ارتش پاکستان انتقاد کرده است. مولانا فضل الرحمن نواز شریف از ارتش به دلیل دخالت در امور سیاسی انتقاد می کردن، اما به محض روی کار آمدن این گروه با حمایت ارتش، رکوردها را در حمایت از ارتش شکستن داد و از است که ارتش پاکستان در دو طرف صفحه شطرنج قرار دارد و با تمام مهره ها در دستان خود بازی می کند. در این ماه اعتراضات در پاکستان پس از دستگیری عمران خان، رئیس حزب تحریک انصاف پرسش‌هایی را درباره وجود بمب‌های اتمی در چنین کشور ناآرامی ایجاد کرده است. پاکستان قادر نیست این سلاح‌کشتار جمعی را تحت کنترل خود داشته باشد. ارتشی که غیرحرفه‌ای‌ترین و فاسدترین ارتش جهان محسوب می‌شود، قانون اساسی و قوانین پاکستان را زیر چکمه خود نگه می‌دارد.
مداخله فوری ارتش در همه امور ریز و درشت سیاسی بسیاری از اقشار جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اشغال مؤسسات آموزشی توسط ارتش آگاهی عمومی را از بین برده و عمدن جامعه پاکستان را از نظر فکری عقب مانده نگه داشته است تا سلطه فاسد خود را بر دولت حفظ کند. حزب تحریک انصاف که به عنوان یک حزب حامی کامل توسط ارتش پاکستان طراحی شده بود، باعث ایجاد اختلافات قابل توجهی در ارتش پاکستان شده است، جایی که باشگاه‌های سیاسی ایدئولوژیک مختلف در آن فعال هستند. به دلیل حمایت خان، اوضاع به سمت یک جنگ داخلی در پنجاب که قدرت عالی در پاکستان را در اختیار دارد، سوق گرفته است. به همین ترتیب، دولت و نهادهای نظامی حقوق بشر و قوانین را نقض کرده اند که باید باعث نگرانی جهانی شود. در کشوری که قوانین و حقوق بشر رعایت نمی شود، خیزش‌های مردمی در هر زمانی می توانند بی‌ثباتی ایجاد کنند، چه این خشم عمومی خود را در حمایت از عمران خان نشان دهد یا اعتراضات خشونت‌آمیز گروه‌های مذهبی مانند تحریک لبیک پاکستان TLP باشند، انگیزه چنین حرکت‌های رفتار منفی دولت با مردم است. اگر همه فرصت‌ها برای بیان عمومی مسدود شود یا مردم با زور از اعتراض منع شوند، سازمان‌های مبارز مذهبی ممکن است مردم را به عنوان یک امید جایگزین جذب کنند. تنها راه رفع این وضعیت در اقدامات پیشنهادی ارائه شده در زیر نهفته است. در غیر این صورت وضعیت منطقه تمام جهان را به مرز نابودی خواهد کشاند. طی 25 سال گذشته پس از این آزمایش‌های هسته‌ای در بلوچستان، پاکستان جنایات را در منطقه افزایش داده است. هزاران نفر به اجبار مفقود شده، کشته و مجبور به ترک وطن شدند. تعداد زیادی از پناهجویان بلوچ که در ایران و افغانستان زندگی می کنند، زندگی فقیرانه و نامنی دارند و علاوه بر نداشتن امکانات اولیه مانند بهداشت، آموزش و اشتغال با تهدیداتی همچون ترور نیز مواجه نیز هستند. جنبش ملی بلوچ بیان ام با هدف جلب توجه سازمان‌های بین المللی به رسمیت شناختن پاکستان به عنوان یک قدرت هسته‌ای ناپایدار و اشغالگر و آزادسازی سایر واحدهای ملی از جمله بلوچستان است. آنها از نهادهای بین المللی می‌خواهند که به هر طریق ممکن به ملت بلوچ برای غلبه بر این وضعیت کمک کنند. قدرت‌های جهانی به جای باجگیری با سلاح‌های هسته‌ای پاکستان، باید تهدیداتی را که پاکستان برای باجگیری از جهان به کار می‌برد را جدی بگیرند. رویدادهای اخیر در پاکستان شکاف بین پنجاب و کشورهای تحت ستم را افزایش داده است. امروز همه ملت‌های تحت سلطه در فکر رابطه خود با اسلام آباد هستند. کنترل سازمان‌های بین‌المللی بر تأسیسات هسته‌های پاکستان، لوگو پاکستان و تشکیل دولت‌های ملت گام‌های ضروری برای خلاصی از بند شیطانی پاکستان است. بیان ام تکرار می‌کند که صلح پایدار در منطقه بدون بلوچستان مستقل آزاد غیر ممکن است. حمایت از جنبش ما حمایت از صلح و انسانیت است.